در ادامه فشارها و محدودیت‌ها علیه جامعه مسلمانان در هند، دولت افرادگرای هندوی این کشور با صدور دستورالعملی ممنوعیت فروش و تبلیغ محصولات حلال در هند را صادر کرد. شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هند با ما همراه هستند. جناب ادیب هندی سلام، وقت شما بخیر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، وقت شما بخیر باشه انشاءالله. زنده باشید. دلیل تشدید فشارها از سوی دولت افرادگرای هندو به مسلمانان علیرغم فشار افکار عمومی در هند و در دنیا چیه؟ بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که اشاره فرمودید، خود مردم هند و هم از خارج از کشور خیلی بردو چندین ماه هست که این فشار بیشتر شده که اینجور سیاست ها و اینجور عملی که داره انجام میدن خوب نیست، هم برای هند خوب نیست، هم برای صادرات و اقتصاد کشور خوب نیست. ولی همچوری که مستحضر هستید، سال آینده یعنی سال 2024 انتخابات سراسری در هند هست و اینجور سیاست ها خیلی ربط عمیقی داره با انتخاباتی که داره میاد، چون این جمعیت میخواد با اینجور اقدامات اون طبقه خاص هندوها که به اینها رای میدهند را به طرف خود جلب کنن و اینجور سیاست ها اینجوری نشون میدن که ما داریم برای هندوها کار میکنیم و مسلمان ها را داریم تحت فشار میآوریم و اونها دوباره به این حزب رای بدهند که اینها همون افکار هندوی را و کشور هندو که اینها اصل اجندایشون این است که این کشور یک کشور هندو بشه را دنبال کنند. یعنی این کارها بیشتر تاکتیک برای انتخابات هست و در اصل هدف از این کارها بیشتر این هدف اخذ رای هندوها در نفع خودشون است. بله، مسلمانان در برابر این رفتارهای فراقانونی چگونه میتوانند از حقوق خود دفاع کنند؟ بهترین چیز این است که هندوستان هنوز دادگاه های هندوستان به طریق کامل طرفدار دولت یا طرفدار اینجور نظریات نشدند و این اقدام اخیر هم که هست خیلی غیر قانونی است، چون از لحاظ قانون هندوستان یک فرد هندی چه مسلمان چه غیر مسلمان آزاد هست چی میخوتونه بخوره، چی پرهیز کنه و دولت های قبلی حتی همین دولت مجوز قانونی داده. حالا یک نفر میاد در یک مثلا در یک ایستگاه پلیس میره شکایت میکنه از یک شرکتی و دولت میاد یک حکم صادر میکنه که مثلا از امروز گوشت های مثلا با لیبل های حلال نمیتونیم یعنی چیزهای غیر گوشتی با لیبل حلال رو نمیتونیم بفروشیم. خب اگر یک کسی اومده تو پلیس شکایت کرده، باید این پرونده بره دادگاه، باید یک کسی بیاد ازش از هر دو طرف دفاع کنه، بعد بیان یک حکم صادر کنه. الان هم وقت خوبیه، الان هم آلندیشیا پسند لابود که برای حقوق مسلمانان کار میکنه و حتما میره به دادگاه. وقت بهترین کار همین است که به دادگاه برن، از طریف دیگه هم مسلمانان متحد بشن علیه این چیزها، یک لجنه خوبی مال وکلا و لجنه محامی ها اینجور افراد را درست کنن و از طریق غیر هند یعنی خارج از هند هم فشار برای دولت هند و دولت مرکزی خصوصا بیاورن که برای کسانی که خارج از هند اصلا خیلی از کسانی هستن که تو خارج از هند مثلا تو کشورهای اسلامی به قول خودشون اسلامی کار میکنن، هندی های زیادی اونجا هستن، این کشورها میتونه بر هندوستان یک فشاری بیاره که این جور اقدامات برای نفع اقتصاد اونها و افرادی که در کشور اسلامی زندگی میکنن به نفع اونها هم نخواهد بود. از بهترین راه این است که متحد بشن و از طریق قانونی پیگیری کنن. این گونه رفتارهای دولت افرادگرای هندو چه تأثیری در مشارکت مسلمانان در رونق و پیشرفت اقتصاد هند داره؟ خب این خیلی تاثیر داره، چون مسلمانان خیلی تو اقتصاد هند دخالت دارن، هر چون بالاخره یک جمعیت زیادی هستن و در امور صادرات و واردات و تولید چیزها هم خیلی دخالت دارن. اینجور اقدامات اصل هدف همین است که مسلمان ها از بازار کنار برن و کل بازار دست غیر مسلمان یعنی
غیر مسلمان های هندو ها بیفته، که این عملی نیست و این خود در نفع کشور هم نیست و این تاثیر زیادی گذاشته، در خیلی از شهرها گذاشته که مسلمانان مجبور شدن از اون شهر برن یه شهر دیگر و این سبب میشه که اقتصاد اونها چیز بشه، یعنی مسلمان ها ضعیف بشن. ولی خود این ضعیف شدن فقط برای به مسلمان ها تمام نمیشه، به خود کشور و اقتصاد کشور هم ضرر میرسونه و این بله. خیلی مهم هست که باید به دولت فهمانده شود و از این اقدامات باید دولت پرهیز کنه. ممنونم، با تشکر از شیخ مصطفی ادیب هندی که از هند با ما همراه بودند.